بر خط خبرها. روز خونین دیگر در پایتخت. سه انفجار در مربوطات حوزه 13 شمار کشته و زخمی بر جا گذاشت. خواست اتحادیه اروپا از امریکا برای تعویق روند خروج نظامیان. امریکا میگوید این درخواست را بررسی میکند. طالبان گفتند پیامد خطرناک دارد. شدت گرفتن نبردها در 7 ولایت کشور. نهادهای امنیتی از تلفات سنگین طالبان سخن میگویند. وضعیت مادر نزدیک به 7 ماه جدا از پسر کوچکش. خانواده عبدالرؤوف روبوده شده برای او لباس عید آماده کرده است. انشالله عبدالرؤوف جان در روز عید بیای و بخیر لباس عید چه بپوشد. و ریکارد دیگر کرونا در هند. در یک شبانه روز بیش از 4000 بیمار کووید 19 جان باختند. سلام و وقت بخیر. در سه انفجار پی در پی عصر امروز در مکتب سید الشهدا در منطقه کوه 40 دختران در حوزه 13 شهر کابل 30 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها زمان صورت گرفته که دانش آموزان از این مکتب رخصت می شدند. وزارت امور داخله هنوز در مورد نوعیت انفجار چیزی نگفته است. پس از وقوع این رویداد شمار از باشندگان ناحیه 13 برای اهدای خون به زخمیان به بیمارستان های نزدیک محل رویداد رفتند. یونما با نکوهش این حمله آن را بی‌رحمانه توصیف کرده است. رئیس جمهور غنی ضمن نکوهش این حمله گفته که طالبان نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز تمایل ندارد، بلکه پیچیده کردن وضعیت فرصت فراهم شده برای صلح را سبوتاژ می کند. شورای عالی مصالحه ملی هم این حمله را محکوم کرده. یک عصر خونین دیگر در پایتخت. لحظه های نخست پس از وقوع رویداد. زخمی ها و قربانیان رویداد یکی پس از دیگری از سوی باشندگان محل به بیمارستان های نزدیک انتقال داده می شوند. نوعیت انفجار هنوز به درستی معلوم نیست. انفجار در هنگام رخصتی دانش آموزان مکتب دختران سید الشهدا در منطقه کوه 40 دختران در حوزه 13 صورت گرفته است. اما دروازه رخصت شده قفانه میمیده که دمروی ما بچون موتر به چی بودم زد دیگه نه؟ اکثر قربانیان این رویداد خونین دانش آموزانی هستند که میان 8 تا 16 سال سن دارند. بستگان قربانیان با غم و اندوه و دنبال عزیزانشان می گردند. یک 20 نفر هم اینجا کشته شده، شهید شده اینجا. مردم تباه کرده با خدا. کمش از کمش یک 50 نفر کشته شده. وزارت امور داخله شمار تلفات این رویداد را 30 کشته و بیش از 50 زخمی اعلام کرده است. هیچ گروه تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اکثر مریضا از سوختگی زیاد رنج میبرند که میبینین اکثر شاید احتمالاً عملیات یا بودن پروسیجر دیگر بگیرند. مکتب سید الشهدا یکی از مکتب‌های در حوزه 13 است که همین چند روز پیش دانش آموزان آن در یک اعتراض خواهان کتاب و معلم از سوی حکومت شده بودند. دانش آموزان بیگناهی که پیش از دست یافتن به کتاب و معلم بیشتر در یک عصر رمضانی پرپر شدند. همزمان اتحادیه اروپا از ایالات متحده آمریکا خواست است که خروج نیروهایش از افغانستان را به تعویق بیندازد. مقام‌های آمریکایی در پاسخ به این درخواست اتحادیه اروپا گفته که ممکن است روند خروج را برای 2 هفته به تعویق بیندازد تا این درخواست را بررسی کند. زلمه خلیدزاد هم به طالبان هشدار داده که اگر به گفتگوهای صلح رو نیاورند، آمریکا در کنار مردم افغانستان و جمهوریت می‌ایستد. در همین حال طالبان میگوید که هر گونه ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اشتباه بزرگ است و سبب ادامه جنگ خواهد شد. 8 روز پس از آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، در ظاهر اتحادیه اروپا نگران پیامد خروج این نیروهاست. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که اتحادیه اروپا از آمریکا خواسته که روند خروج نیروهایش را به تعویق بیندازد. آمریکا در پاسخ به خواست متحدان اروپاییش چراغ سبز نشان داده است.
مقام‌های آمریکایی گفته که ممکن است این روند را برای 2 هفته یا بیشتر به تعویق بیندازد تا این درخواست را ارزیابی کنند. اتحادیه اروپا از این نگرانی دارد که اگر در افغانستان گفتمان صلح با یک نتیجه نرسد، خطر هرج و مرج میره و جنگ داخلی میره و مهاجرین سرازیر میشن به طرف اتحادیه اروپا. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، ترکیه هم گفته که قرار است سربازان این کشور افغانستان را ترک کنند. نیروهای ترکیه مسئولیت تأمین امنیت فرودگاه کابل را بر عهده دارند. پیش از این مقام‌های ارشد نظامی و استخباراتی بر حال و پیشین آمریکا هم از بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان هشدار داده بودند. هرچند جو بایدن گفته بود که تا 11 سپتامبر تمام نیروهای این کشور از افغانستان بیرون می‌شوند. اما مقام های امریکایی گفتند که روند خروج تا 4 جولای تکمیل می شود. ذات دی پدی معنا نده چې د دنیا کومکونه بندیږي. بالکل نه، د دنیا کومک بم دوام کوي. زمونږ د متحدینو کومکونه په شمول د امریکا زمونږ سره په دوامدار توګه به ووسیږي. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که اجماع جهانی در پیوند به پشتیبانی از روند صلح در افغانستان متوقف نمی شود. آقای خلیلزاد گفته که اگر طالبان صلح را انتخاب نکند، امریکا در کنار کسانی که از جمهوریت دفاع میکنند استاد خواهند شد. از سوی هم نمایندگان امریکا، اتحادیه اروپا و ناتو از طالبان خواستند که حمله های اعلام نشده بهاریشان را متوقف کنند. این کشورها در اعلامیه مشترک 20 ماده‌ای مخالفت جدیشان را با هر گونه دولتی که از راه زور در افغانستان روی کار آید و تهدید در برابر ثبات منطقه باشد اعلام کردند. در این اعلامیه آمده که آغاز روند خروج نظامیان خارج از افغانستان نباید بهانه‌ای برای توقف گفتگوهای صلح از سوی طالبان شود و این گفتگوها باید بیدرنگ و بدون هیچ پیش شرطی آغاز شود. همین گونه طالبان میگویند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و این گروه نمیخواهد این جنگ از راه نظامی حل شود. عباس سانگزی معاون هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر در یک نشست آنلاین با نمایندگان آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید دارد که این گروه در پی انحصار قدرت در افغانستان نیست و نمیخواهد از راه زور قدرت را در دست بگیرد. از سوی هم طالبان از آمریکا و سازمان ملل میخواهد که نام رهبران این گروه را از فهرست تحریم های سازمان ملل بیرون کنند. به نظر می رسد با توجه به فشارهای سیاسی آمریکا و جامعه جهانی، طالبان کم کم از موضعشان عقب نشینی می کنند. عضوهای هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر در یک نشست مجازی با نمایندگان و سفیران آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در ظاهر انحطاف پذیری کم پیشینه نشان دادند. عباس تانکزای معاون هیئت گفتگو کننده این گروه شاید برای نخستین بار است که می گوید طالبان نمیخواهند از راه زور و نظامی قدرت را به دست گیرند. ملکونو تا قومونو تا دایت منور کوم چې اسلامي امارت هیڅ کله نه غواړي چې د زور لاره او د نظامی لاره قدرت ورسیږي، بلکې د مذاکرات زمونږ یو هدف هم دغه دی چې د صلح لاره او د مذاکرې لاره په افغانستان کې یو نظام سره جوړ کړي چې اکثر د افغانانو په باندې خانی. معاون هیئت گفتگو کننده طالبان میگوید که ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان یک تجربه ناکام است و این گروه خواهان برقراری یک حکومت قوی مرکزی اسلامی در کشور است. عباس تانکزی در این نشست مجازی از آمریکا و سازمان ملل میخواهد که نام رهبران این گروه را از لیست سیاه بیرون کنند. مونږ د خپل مذاکراتي ټیم مشر چې ښاغلی شیخ صاحب عبدالحکیم دی د یو مشورې دپاره مشرتابو ته ورلیږلی و تر څو هغه مشوره بیرته راوړی مونږ یې د مذاکراتو کې شریک کړو. دا تقریبا نن دغه 15 ورځ ده چې تللی دی او بیرته په دې نه دی قادر سوی چې بیرته مونږ ته راسي. یک هفته پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ و خشونت در کشور به شدت افزایش یافته است. ارگر ریاست جمهوری میگوید اظهارات طالبان با عملکرد این گروه در میدان نبرد همخوانی ندارد. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بارها حسن نیت خیش را برای آوردن یک صلح عادلانه و پایدار نشان داده است. طالبان اگر به گفته های خود صادقند، دست از جنگ و قتل عام مردم بردارند و به میز مذاکره بازگردند. یکی از بخش‌های دیگر صحبت‌های استانگزی با نمایندگان کشورهای اروپایی، آمریکا و سازمان ملل اطمینان از تأمین امنیت دیپلمات‌های خارجی، خبرنگاران و کارمندان سازمان‌های حقوق بشری است. اما انتقادها این است که
طالبان عامل اصلی قتل‌های هدفمندند، به ویژه در قتل خبرنگاران و فعالان حقوق بشری دست دارند. طالب‌ها همیشه با تناقض و تضاد صحبت کردند و مواقف متضاد را همیشه ارائه کردند. طالب‌ها یک گروه شبه نظامی مذهبی هستند که به خاطر جنگ ایجاد شدند. فلسفه و وجود و ماهیت طالب‌ها جنگ است و اگر جنگ از طالب‌ها گرفته شود اونا دیگر هیچ اصلا ماهیتی ندارند. این عضو ارشد دعیت گفتگو کننده طالبان در قطر تأکید دارد که این گروه به حقوق زنان و آزادی بیان در چوکات اسلام و عنانات افغانی احترام می‌گذارد. به نظر می‌رسد با دوبار تأخیر در برگزاری نشست صلح در استانبول، حالا طالبان با فشارهای سیاسی آمریکا و جامعه جهانی در ظاهر از خود انحطاف پذیری نشان داده است. حالا دیده شود که این گروه در نشست صلح استانبول شرکت خواهند کرد یا خیر. با این حال تغییر خط و نشانها در میدان صلح و جنگ افغانستان تحلیل های متفاوت به همراه دارد. شمار خاص اتحادیه اروپا برای تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی را فشار بر طالبان میداند، اما برخی دیگر تاکید دارند که این اقدام به منظور جلوگیری از برپایی یک نظام اسلامی در افغانستان است. همچنان برخی تحلیلگران تاکید دارند که برخورد تازه آمریکا در برابر طالبان برخواسته از تغییر در موضع بازیگران بیرونی روند صلح افغانستان است، اما برخی دیگر میگویند که گفته های پسین هشدار تازه به طالبان است که نمیتوانند از راه زور به قدرت برسند، موردی که طالبان به تازگی رد کردند. میلاد سیار گزارش میدهد. خط و نشانها در میدان صلح و جنگ افغانستان گواه تغییرهای تازه شده. بازیگران جهانی روند صلح افغانستان موضع‌گیری های تازه و خبرساز از خود ارائه کردند. از خواست اتحادیه اروپا برای تأخیر در خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا به هشدار خلیلزاد به نشانی طالبان. اما چرا اتحادیه اروپا این چنین خواست را مطرح کرده است؟ منافع کشورشون بیشتر مطرح است تا منافع مردم افغانستان. اما مهمی است که به هر گونه که میشه جامعه جهانی فشار بالای مخالفین حکومت افغانستان به خصوص طالبان وارد بکنند که آتش بس فوری را باید اونا بپذیرند. فرض بگیریم که 6 ماه دیگه هم به این نیرو تمدید بشه، 1 سال دیگه هم تمدید بشه، نهایت چی خواهد شد؟ پس بهتره که ما امیر با فال نیک بگیریم، اما عناصری که میتونه وضعیت و به نفع مردم افغانستان تغییر بشه سر دو تمرکز کنیم. منبع‌های نزدیک به طالبان روایت متفاوت دارند. با باور آنان جامعه جهانی نمیخواهند در پی یک میکانیزم اسلامی صلح در افغانستان یک نظام اسلامی برپا شود. البته صلح پی اسلامی میکانیزم بلی، خو نووس هم خارجان په افغانستان کې اسلامی نظام نه غواړي او نه اسلامی میکانیزم غواړي. به اضافه این، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در همسویی با اتحادیه اروپا و ناتو هشدار دادند که حکومت برخواسته از یک زور آزمایی در افغانستان برایشان پذیرفتنی نیست. خلیلزاد پیش از این در گفتگو با بخش تاجیکی رادیو آزادی نیز گفته بود که اگر طالبان تصمیم بر رسیدن به قدرت از راه نظامی داشته باشند، امریکا با پشتیبانی از حکومت افغانستان آستین بالا می زند و در پایان فشارها بر طالبان ادامه می یابد. طالبان به تازگی این مورد را رد کرده و گفتند که در پی انحصار قدرت نیستند. اما برخی تحلیلگران تاکید دارند که به احتمال قوی جامعه جهانی به این باور رسیده که طالبان در تلاش گرفتن قدرت از راه نظامی اند. برای اساس بود که جامعه جهانی نیز موضع خود را شدیدتر ساخت و خواست پیام را به طالبان بفهمانه و برسانه که طالبان اول از طریق قدرت نمیتونه، از طریق نظامی نمیتونه قدرت را به دست بگیرن. در تغییرهای تازه، مناسبات بازیگران بیرونی روند صلح افغانستان نیز به باور شمار از فعالان سیاسی نقش مهم خود را دارد. بازیهای تازه میان پاکستان، قطر و عربستان بنیاد بخش از این موضع‌گیری ها دانسته می شود. او اندازه کنترلی را که تا چند ماه پیشتر حتی پاکستانی ها داشتند سر طالبا، چون به چند گروه مختلف بدل شدند بعد از اعلان برآمدن فیو اینا، امروز هیچ کس نمی فهمه که کی کنترل می کند طالبا را. مرم جنگ شدت گرفته میره روز به روز. همه تلاش های تازه در روند صلح افغانستان به یک محور وصل می شود. تفاهم سیاسی برای قطع جنگ در افغانستان در نشست ترکیه.
نشسته که بعد دلیل اختلاف‌های طرف‌ها دوباره به تأخیر افتاده است. هنوز هم زمان دقیق برگزاری آن مشخص نیست. بخش‌های از هفت ولایت کشور دیشب و امروز هم گواه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان بود. وزارت دفاع ملی میگوید که در این درگیری‌ها نزدیک به 1000 جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند. هرچند این نهاد در مورد آمار تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی جزئیات نمی‌دهد. در همین حال مشاور شورای امنیت ملی میگوید که بهترین راه برای پایان دادن به این گونه نبردها گفتگوست. فرشاد داریوش در این باره گزارش تهیه کرده. نبردها در کم از کم هفت ولایت کشور به گونه چشمگیر شدت یافته است. منبعهای به تلویزیون یک میگویند که نیروهای کماندو حلقه محاصره ولسوالی دهنه غوری بغلان را شکستاندند. به گفته این منبعها در این عملیات سه پاسگاهی که به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره به کنترل دولت درآمده است. تلفات دشمن در حدود نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند. در بین ازی یک از رهبرهای کلیدیشان چندین رهبرشان کشته شدند که یک ازی کسا که رابطهشان با القاعده تامین میکرد و می انجینرهای بمبر از مربوط پاکستان می آوردن در عملیات شبانه شب گذشته رهسپار جهنم شد. در این حال ده ها باشنده ولایت بغلان جنگ افزار گرفتند و می خواهند در کنار نیروهای امنیتی به نبرد بپردازند. گفته می شود این نیروها از سوی ریاست امنیت ملی رهبری می شوند. تعداد تقریبا 1500 نفر ما کلگمون جمع شدیم. دنمی پوسته ها، دنمی کوه ها، دنمی دره ها، هر منطقه ای که دشمن باشه ما نیت داریم که به زور خدا سرکوبش بکنیم. نقش خیرشای مردمی امی است که وقتی که اینمی تعداد مردم ها هیچ ترس و ایراس ندادن، سلادتشان می گیرن و استاد بشن در برابر دشمن. در فاریاب هم طالبان شب گذشته بر مرکز امنیتی آبگردان در ولسوالی پشتونکوت حمله کردند. نیروهای کمکی که به این ولسوالی فرستاده شده بود در کوتر گرزیوان هدف ماین جاسازی شده قرار می گیرند که در پی آن به گفته فیروز فرمانده کندک محافظه آبگردان سه فرمانده او جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی در جوزجان می گویند که در حمله های طالبان بر مرکز فرماندهی پلیس و برخی پاسگاه ها در ولسوالی منگنجک بیش از 20 جنگجوی طالب کشته شدند. 34 تن از گروه تروریستی طالبان کشته و زخمی شدند. 22 نفرشان کشته شدند که در میان کشته شدگان 6 نفر از عضو گروه قطعه سرخ و در پی درگیری میان پسران آمیر پیرمقلزیایی و تفنگداران مسلح در ولسوالی رستاق یک سردسته خیزش‌های مردم کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. پلیس تخار می‌گوید که تفنگداران در هماهنگی با طالبان این حمله را انجام دادند. در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی قره‌باغ غزنی هم یک سردسته گروه طالبان کشته شده است. وزارت دفاع ملی گفته که این شخص در قتل‌های هدفمند و کارگزاری ماین‌ها دست داشت. هرات غرب کشور هم گواه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان بود. در درگیری‌های در بازار ولسوالی اوبه به گفته وزارت دفاع ملی 12 طالب کشته شدند. نگرانی از وضعیت امنیتی هم در لغمان بیشتر شده است. مسئولان محلی در لغمان می‌گویند که طالبان می‌خواستند ولسوالی‌های علیشنگ، دولتشا و الینگار را تصرف کنند، اما در درگیری با نیروهای امنیتی بیش از 10 جنگجوی طالب کشته شدند. لغمان که دولتشا و علیشنگ پر ولسوالی باندې دشمن یو تهاجمي برید کړی و د مشرقي د څو ولایتونو څخه دوی را جمع سی او غوښتل چې هم دې ولسوالی د سقوط ورکړي. الحمدلله زموږ امنیتي دفاعي ځواکونو په ډېر میړانه سره د هغه ولسوالی دفاع کړی، د تصفیوي عملیات شروع دي. هرچند در این درگیری ها نیروهای امنیتی هم تلفات دارند، اما هیچ نهاد امنیتی در مورد این آمار جزئیات نمی دهد. گروه طالبان هم تا هنوز در مورد آمار تلفات جنگجویانش چیزی نگفته است. در همین حال مشاور امنیت ملی می گوید که طالبان در پی سقوط دادن برخی بخش های کشور بودند، اما نتوانستند. حمدالله محب تأکید می کند که گفتگو بهترین راه رسیدن به صلح است. د طالبانو ګټه په جنگ کې ده،
طالب په سوله کې ګټه نه کوي، ځان په سوله کې ناکام ګڼي، په همدې دلیل باندې غواړي چې جنگ ته دوام ورکړي. او مهمه خبره بل دا ده چې تر اوسه پورې دوی ته بادارانو اجازه هم د دینه د ورکړي چې د سولې په اړه خبرې وکړي. به گونه معمول با پایان یافتن فصل سرما، میزان خشونت ها در کشور بالا می رود. امسال هرچند به دلیل شدت گرفتن تلاش ها برای دستیابی به توافق صلح میان حکومت و طالبان، انتظارها بر این بود که میزان خشونت ها به گونه چشمگیر کاهش یابد. اما این انتظار هنوز هم در حد انتظار باقی مانده است. شمار از خبرنگاران در ولایت بلخ در گرد همایی از افزایش قتل‌های هدفمند در کشور ابراز نگرانی میکنند و میگویند که تهدید همزمان دولت و گروه طالبان سبب خواهد شد تا خبرنگاران بیشتر مجبور به ترک وظیفه و کشور شوند. شماری از خبرنگاران و مسئولان نهادهای پشتیبان خبرنگاران اینجا در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گرد آمدند و از افزایش ترورهای هدفمند و هدف قرار دادن خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی می کنند. این خبرنگاران پیگیری نشدن پرونده های خشونت با خبرنگاران از سوی حکومت را انتقاد می کنند، اما تاکید دارند که به کارشان ادامه خواهند داد. گروه های درگیر هر قدر که بخواین صدای ما را خفه بکنن، هر قدر که بخواین اوزه آزادی بیان و اوزه کار رسانه ای را برای خبرنگارای عزیز ما محدود بسازن، ولی باز هم ما برای کار خود ادامه میتیم و ایرا را همچنان دنبال میکنیم. تهدید مستقیم یا غیر مستقیمی که از طرف گروه طالبان وارد شده و از طرف حکومت است، این تهدیدها باعث میشه که یک تعداد خبرنگارا دست از این شغل بردارن. این وظیفه حکومت است و که باید قضیه‌های خشونت علیه خبرنگارا، قضیه‌های ترور علیه خبرنگارا را با جدیت پیگیری کند. مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را غیر نظامی می‌داند و از حکومت و سازمان ملل متحد می‌خواهد تا برای پشتیبانی و تأمین امنیت جان آنان جدی اقدام کنند. کمیته با تاکید بر این که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای اهداف غیر نظامی هستند، از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد می‌خواهد که در خصوص حفاظت و حمایت از خبرنگاران اقدامات جدی نمایند تا خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها در فرایند مصالحه آسیب نبیند. دولت به پاسداری از آزادی بیان و ارزش‌گذاری به آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها همیشه بوده و ما همیشه خود ملحق می‌داند. شورای ولایتی بلخ هم حکومت را در پشتیبانی و تأمین امنیت خبرنگاران به کوتاهی متهم می‌کند. متاسفانه که حکومت و دولت در قسمت شناسایی و تعقیبی عاملین قضایا کوتاه آمده و تا هنوز هم به صورت درست و روشن برای مردم افغانستان پاسخ نداده. آمارهای کمیته مسئولیت خبرنگاران نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته 43 خبرنگار به دلیل افزایش ناامنی و ترورهای هدفمند از افغانستان بیرون رفتند. خانواده عبدالرؤوف کودک روبوده شده در ولایت بلخ میگوید که بیش از 20 روز میشود از سوی آدم ربایان پیام دریافت نکردند و از سرنوشت پسرشان خبری نیست. مادر این کودک که در حالت بیماری در زیر چادر تحسن در برابر مقام ولایت بلخ به سر میبرد میگوید که توان پرداخت پول را که آدم ربایان خواستند ندارند. رئیس شورای ولایتی بلخ هم میگوید این که در جریان نزدیک به 7 ماه آدم ربایان شناسایی نشدند برای حکومت محلی و مرکزی مسئله شرم‌آور است. بانو زهره مادر عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ از نزدیک به 7 ماه بدین سو برای رهایی پسرش از چنگ آدم ربایان در زیر چادر تحسن در برابر مقام ولایت بلخ شب و روزش را می گذراند. برای رهایی کودکش مراسم دعاخوانی برانداخته و با چشمان پر از اشک در حالی که از ناتوانی در پرداخت پول را که آدم ربایان خواستند حرف میزند، میگوید برای کودکش لباس عید ساخته و امیدوار است که روزهای عید را در کنارش سپری کند. خانم عبدالرؤوف جان آزاد کنیم، دامد آمد عید بخیر، عید عبدالرؤوف جان کتما سپری کنه. ما با امید و خدا با عبدالرؤوف جان یک جور لباس تیار کردیم که انشاءالله عبدالرؤوف جان در روز عید بیاید بخیر. لباس عید چه بپوشه؟ اما او مسلمان نیستن، اونا رحمت ندارن. یک رنگ کالا کردیم، اما ما در امید عبدالرؤوف جان هستیم که بخیر در روز عید بیاید. پدر این کودک نیز از رهایی شماری از متهمان ربودن پسرش از سوی حکومت انتقاد می کند و از آینده ناروشن کودکش نگران است.
شماری از معترضان که در زیر چادر تعصب به سر میبرند نیز بر رهایی کودک رها داده شده تاکید دارند. تاکسی ها را میگیرند، رها میکنند. چرا؟ علتش چی است؟ یه سردرگمی کار دولت هم در اینمی هست. از پیش پدر و مادرشان برده ایره باید به خاطر رمضان مبارک رها بکنه، یک چیز رحم بکنه. دیدگاه مقام های امنیتی در بلخ را از پیشرفت ها در قضیه رها بوده شدن این کودک به دست آورده نتوانستیم. اما شورای ولایتی بلخ حکومت را در رهایی عبدالرؤوف ناتوان میداند و میگوید که در برابر خانواده وی شرمنده اند. نزدیک به 6 ماه اینا در زیر خیمه با کولباری از مشکلات و زندگی میکنند و دادخواهی میکنند. متاسفانه که تا به امروز گوش شنوا برای شنیدن صداهای خانواده عبدالرؤوف جان پیدا نشده و ما به نمایندگی از مردم ولایت بلخ واقعا خود شرمنده میبینیم. نزدیک به 7 ماه پیش پس از ربودن این کودک آدم روبایان از خانواده او 1.5 میلیون دلار خواستند و پس از آن این مبلغ تا 2 میلیون افزایش یافت. خانواده عبدالرؤوف کوچک میگوید که توان پرداخت این پول را ندارد. هند برای نخستین بار از شیوع کرونا در این کشور از مرگ بیش از 4000 نفر در یک روز به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داده است. با این ترتیب شمار جان باختگان از زمان همگیری کرونا در این کشور به بیش از 230000 نفر رسیده است. این خبر و چند خبر کوتاه دیگر از جهان در این بسته خبری. هند برای نخستین بار از شیوع کرونا در این کشور از مرگ بیش از 4000 نفر در یک روز به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داده است. با این ترتیب شمار جان باختگان از زمان همگیری کرونا در این کشور به بیش از 230000 نفر رسیده است. کمبود اکسیژن و بستر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها از جمله دلیل‌های افزایش مرگ و میرها عنوان شده است. گفته شده که شیوع موج دوم احتمالاً تا پایان ماه جاری میلادی به نقطه اوج نخواهد رسید. متخصصان در این کشور خواستار برقراری محدودیت‌های قرنطینه در تمام کشور شدند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که خطر از کنترل خارج شدن بحران کرونا و تکرار اوضاع در هند بسیاری کشورهای دیگر را نیز تهدید می‌کند. در پی درگیری میان نمازگزاران فلسطینی و پلیس اسرائیل در بیت المقدس بیش از 200 تن زخمی شدند. این درگیری پس از آن صورت گرفته که مسلمانان در داخل این مسجد در حال نماز بودند که شمار زیاد از نیروهای اسرائیلی در اطراف این مسجد مستقر شدند. این کار واکنش فلسطینیان را برانگیخت که سرانجام به درگیری میان دو طرف انجامید. سازمان ملل متحد و امریکا از این خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند. تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بار دیگر در چند هفته پسین افزایش یافته است. تصمیم آمریکا مبنی بر رفع انحصار واکسن کرونا در نشست اتحادیه اروپا با تردید و بدبینی روبرو است. رهبران دولتی اتحادیه میگویند که تعلیق حق انحصار مشکل کمبود صادرات کند و توزیع عادلانه واکسین در سطح دنیا را حل نمی کند. رئیس کمیسیون اروپا گفته که فقط تولید بیشتر، تسریع صادرات و تأمین واکسین هایی که پیشتر سفارش داده شدند می تواند وضعیت را بهبود بخشد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که این کشور در توافق با سازمان جهانی بهداشت از امتیاز انحصاری واکسین های کرونا چشم پوشی می کند. ده ها کشور از جمله هند و کره جنوبی از این تصمیم پشتیبانی کردند، اما شرکت های دارویی از آن ناراضی هستند. شرکت های دارویی هشدار دادند که تصمیم بایدن موجب تضعیف تحقیق و فعالیت آنها در مبارزه با بحران کرونا می شود. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری است. توجه همراهیتان، جهان سپاس، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.